سلام مخاطبان عزیز، در این فیلم تست هایی رو از فصل توان و ریشه از ریاضی نهم حل خواهی کرد. البته سطح این تست ها بالاتر از سطح کتاب. برای آموزش فصل توان و ریشه به سایت ریاضی.blog.ir، همین نشانی که میبینید، اگر مراجعه کنید اون بالا یه لینک هایی هست نوشته درباره من: دبستان، متوسطه اول، متوسطه دوم، شامل دهم، یازدهم، دوازدهم. اما شما متوسطه اولی که کلیک کنید، وارد صفحه متوسطه اول بشید، میتونید فیلم های ریاضی نهم رو، آموزش فصل ها رو ببینید. علاوه بر اون، تمرین های تکمیلی برای فصل ها قرار داده شده. بعد از اینکه فیلم های آموزش رو دیدید، فیلم های تمرینات تکمیلی رو دیدید، سراغ فیلم های تست در سطح سخت گوشان که همون تیز گوشان هست میتونید برید. از اونجایی که میخوام کل صفحه به مطلب اختصاص پیدا کنه، تصویرم رو در ادامه فیلم نمیبینید، اما همچنان با شما تست ها و مسائل رو حل خواهم کرد. شروع کنیم. پس برای آموزش به این سایت که سایت خودم هست میتونید مراجعه کنید: ریاضی.blog.ir. یه مروری داشته باشیم روی مطالب، بعد تست ها رو خواهیم دید. میگه حاصل هر یک از عبارت‌های زیر را به صورت یک عبارت تواندار بنویسید. یه زمان هست میگه حاصل را به دست بیاورید، یعنی عددش چه عددیه. یه زمان هست به ما میگه به صورت عدد تواندار بنویسید. وقتی پایه‌ها برابره، یکی از پایه‌ها را می‌نویسیم در ضرب، توان‌ها را با هم جمع می‌کنیم. منهای 7 به علاوه 10 میشه 5 به توان 3. اگه میگفت حاصل رو به دست آورید میشه 125. منهای 4 به توان منهای 9، منهای 4 به توان منهای 1. میگیم منهای 4 پایه نوشته میشه، توان ها با هم جمع میشه. البته میتونیم ببریم مخرج، توان قرینه بشه، بشه منهای 4 به توان 10، که از اونجا که توان زوج هست میتونیم بگیم برابر هست با همون 1 به روی 4 به توان 10. از اونجا که 1 هم به توان 10 با 1 برابره، میتونیم اینجوری بنویسیم که قشنگ‌تر هم هست. اما اینجا منهای 3 هشتم 1 کسر هست، باز پایه است. می‌نویسیم، توان‌ها رو با هم جمع می‌کنیم، بعد میتونیم ببریم مخرج، بعد تبدیل میشه به 8 سوم به توان 5. اینجا رادیکال دو رو مینویسیم به توان 2، که رادیکال دو همون 2 به توان 1 دوم دیگه. بعد توان قدیم در توان جدید میشه 2 به توان 1 یا 2. اینجا میشه b به توان منهای 5، که میشه 1 به روی b به توان 5. معمولا بهتره به صورت توان مثبت بنویسیم، البته اینجوری هم بنویسیم اشتباه نیست. اینجا میشه x y بعد بخونیم x y چجوری نوشته میشه؟ اینجوری، یعنی ضرب. پس x y به توان 4. میگه عددهای داده شده را از کوچک به بزرگ مرتب کنیم. اول به صورت مثبت در بیاریم که بتونیم راحت تر مقایسه کنیم. 1 به روی 2 به توان 3 که میشه 1 هشتم. 1 به روی 5 به توان 3 که میشه 125.
اینم که میشه 8. پس عددا رو داره این پایین می‌نویسیم که بتونیم مقایسه کنیم. منهای 1/2 به توان منفی 2 میاد مخرج، یعنی یه دونه خط کسری یک بالاش، میشه منهای 1/2 به توان 2، که این منها چون توان زوجه میتونیم بنویسیم 1/1/2 به توان 2، که دور در دور نزدیک تر نزدیک کنیم میشه 4. پس عدد بعدیمون هم 4، این میشه 49، این میشه منهای 1، چون توانش فرد هست منهای 1 به توان 21. 1/-90 میتونیم بنویسیم 1/90 که میشه 1. اما اینجا یه نکته ای داره. ببینید اگر باشه منهای 2 توی پرانتز به توان یه عددی، مثلا 2، کل پرانتز به توان میرسه، این میشه 4. اما اگر باشه منهای 2 به توان 2، این اینجوری خونده میشه قرینه 2 به توان 2. اول توان رسانی مقدمه، بعد قرینه سازی. یعنی در حقیقت اینه، منهای 1/2 به توان 2، این همون منفی 2 به توان 2 که این میشه منهای 4. با این حساب این چه عددی میشه؟ درسته، یه منها میذاریم 2/4 که میشه منهای 1/16، یه عدد منفیه. اول از همه میریم اعداد منفی رو با هم مقایسه کنیم. خب منهای 1 از همه کوچکتره، اینجا مینویسیم. بعد منهای 1/16، بعد میریم سراغ اعداد مثبت رو مقایسه کنیم. خب از همه کوچکتر کدومه؟ 1/125، بعد 1/8، بعد 1، بعد 4، بعد 8 و بعد 49. اما این اعداد که تو صورت سوال نبوده که مرتب کنیم، باید متناظرش رو بنویسیم. منهای 1 چی بود؟ این بود. پس میگیم اعداد مرتب شده که ما به عنوان پاسخ باید تو برگمون بنویسیم، تو پاسخنامه اینه. این عدد منهای 1/16 از کجا اومد؟ از این. پس منهای بعدی 125 از کجا اومد؟ از این. بعدی 1/8 از کجا اومد؟ از 2/ منهای 3. 1 از کجا اومد؟ از 1/ منفی 90. 4 از کجا اومد؟ از این، منفی 1/2 به توان منفی 2. 8 از کجا اومد؟ از 2/3 و 49 هم از منهای 7 توی پرانتز به توان 2. این پاسخ ماه. بعد میشموریم و مطمئن باشیم 2, 4, 6, 8، بله 8 عدد مقایسه شده. عبارت نادرست را مشخص کنیم. 10^0 میشه 1 که بزرگتر است از یه عدد اعشاری که تقریبا اگه 9/10 در نظر بگیریم به توان 10، خب معلومه دیگه مخرج بزرگتر از صورته. این درسته. 1.2 به توان 7، 1.2 به توان 7، میتونیم بگیم 12/10 به توان 7 رسیده. اینجا 102/100 به توان 7 رسیده. 12/10 بزرگتره یا 102/100؟ کاملا مشخصه این بزرگتره. همینجا هم از لحاظ اعشاری مشخصه، 1/2، 1/2. بنابراین این نادرسته. 5/4، 7/10. 5/4 بزرگتره یا 7/10؟ این دوتا کس رو
بخوایم مقایسه کنیم، 5 دفتر 10 50، 4 دفتر 7 28، خب این کس بزرگتره، به توانم میرسه بزرگتره دیگه، پس اینم نادرسته. 3 چهارم 75 صدم، 3 چهارم همون 75 صدمه. به توان 2 75 صدم، به توان 3. این درسته. چرا؟ شما نگاه کنید، 3 چهارم یه عدد کمتر از یکه. وقتی عدد کمتر از یک رو به توان میرسونیم، هرچی توان کمتری برسه بزرگتره، اما بزرگتر از یک باشه اینجوری نیست. ببینید الان میشه 9 شانزدهم، این میشه 27 64. این از یک دوم بزرگتره، این از یک دوم کوچکتره، بنابراین این درسته. اما برای این اعداد ببینید، این میشه 25 شانزدهم، این میشه 49 صدم. خب این خیلی، این تقریبا به یک دوم هم نرسیده، این از یک بزرگتره. حاصل عبارت های زیر را به دست آورید. اولین کاری که میکنیم این 8 سوم رو اگر بنویسیم 3 هشتم، ما که نمیتونیم 8 سوم بنویسیم 3 هشتم، میتونیم بنویسیم 3 هشتم به توان منهای 1، یا اینجوری بگیم 8 سوم توانش 1 میره مخرج، میشه توانش منفی 1، یعنی میشه 8 سوم به توان منهای 1. بعد این پایین چه اتفاقی میفته؟ 8 به توان منهای 1 به روی 3 به توان منهای 1. بعد تو این مخرج جای صورت و مخرج عوض میشه، میشه 3 هشتم، 1 به روی 3 هشتم میشه 8 سوم. یعنی 8 سوم همون 8 سومه، فقط اگر خواستیم میتونیم اینجا تو این مرحله اگر دور در رو نزدیک در نزدیک کنیم، میشه 3 به توان منهای 1، 8 به توان منهای 1 میشه 3 هشتم به توان منهای 1. یعنی اگر صورت و مخرج یک کسر رو جا به جا کنیم، یه توان منهای 1 بدیم، مساوی همون کسره. بریم سراغ ادامه حل. پس میشه 2/3 به توان 3 ضرب در 3/8 به توان منهای 1 که به توان منهای 3 رسیده. مخرج چه اتفاقی افتاده؟ مخرج می نویسیم منهای 2 به توان 5، این 2 به توان منهای 8 اینجوری میاد، مخرج این کس مثبت میشه، یعنی یه مخرج بهش دادیم. آقای رضایی میشه این 2 به توان منهای 8 رو بیاریم صورت؟ بله، اون وقت توانش مثبت میشه. یا دور در رو نزدیک در نزدیک هم کنیم، همونه دیگه، ادامه ساده کردن رو داشته باشیم. 2 به توان 3 به روی 3 به توان 3، اینجا هم توان قدیم ضرب در توان جدید بشه، میشه 3 به توان 3 به روی 8 به توان 3. بعد دور در دور نزدیک در نزدیک کنیم، 2 به توان 8 میاد اینجا، منهای 2 به توان 5. حالا ساده کنیم، این با این میره. بعد 2 به توان 8 رو داریم، 2 به توان 5، 2 به توان 3ش میمونه، یه منها داریم توی مخرج که همون منهای 1ه، یه 2 به توان 6ه که به روی 8 به توان 3. ساده تر میشه؟ بله. اینجا 8 رو بنویسیم 2 به توان 3، میشه 2 به توان 3 به توان 3، یعنی 2 به توان 9. بنابراین میشه منهای 1 به روی 2 به توان 3، یعنی منهای 1 8.
بریم سراغ قسمت ب. تو قسمت ب یه نکته وجود داره خیلی مهمه. ما الان توان در توان قدیم و در توان جدید میتونیم ضرب کنیم؟ بله. یه نگاهی داخل این کروشه بندازیم. یه منها یعنی منهای یک ضرب داره. دو سوم به توان منفی دو، که کلن این عبارت به توان منهای یک رسیده. مگه اگر داشته باشیم دو ضرب در سه به توان دو، نمیتونیم بنویسیم دو به توان دو ضرب در سه به توان دو؟ خب اینجا هم توانمون منهای یکه، میشه منهای یک به توان منهای یک ضرب در دو سوم به توان قدیم و توان جدید دو سوم به توان دو. ادامش، منهای یک به توان منهای یک میتونیم بگیم میشه اینجوری، بره مخرج توانش مثبت، این چی میشه؟ منهای یک دیگه، یک بروی منهای یک، پس میشه منهای دو به توان دو چهار، سه به توان دو نه، پس حاصل میشه منهای چهار نهم. خب یه تنوعی هم به رنگ بدیم. نماد علمی چجوری بود؟ یه عددی بین 0 و 10 در 10 به توان n ضرب بشه، این میشه نماد علمی. حالا اگر عدد بزرگ باشه این توان مثبت، اگر عدد اعشاری باشه توان منفی. حالا حل میکنیم یادآوری میشه. 245,000 میگیم 2.45 صدم ضرب در نماد علمی مساوی خود عدد رو به ما میده، اما به یه صورت دیگه این نمایشش میدیم. 10 به توان دو رقم ممیز 3 تا 0 میشه 5. حالا اینو ضرب کنیم همین عدد به ما میده. دو تا از توانا برای ممیزش میره، 245 رو ایجاد میکنه، 3 تا 0 هم 10 به توان 3. این یکی. این 5 رو مینویسیم ضرب در 10 به توان یه رقم ممیز میخوره، میشه نیم دو تا 0 منهای 3. این یکی. 1.5 رو مینویسیم ضرب در 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 10 به توان 8. چرا 8؟ 7 تا 0 یه رقم ممیز. این یکی. 6.1 ضرب در 10 به توان منهای 5. این یکی. 1.2 نه، باید همش رو بنویسیم، باید مساوی خود عدد ایجاد کنه، 10 به توان منهای 1. این یکی. 1.404,000 ضرب در 10 به توان 3. حالا نمایش اعشاری خواسته، برعکسش خواسته، 52 رو بنویسیم. یه رقم ممیز میاد، یه دونه منفی، بعد 10 به توان منهای 2 هم دو تا 0. خواستیم هم امتحان کنیم اینجوریه دیگه، برعکسش میشه 5.2 ضرب در 10 به توان منهای 3. این یکی. 228 رو می نویسیم، بدون ممیز عدد رو می نویسیم. دو تا از توانای 10 برای دو تا ممیز، 6 تاش می مونه، بعد 6 تا 0 می داریم. امتحان کردنش هم که دیدیم دیگه. این یکی. 6.200 رو می نویسیم، بدون ممیز میشه 602. دو رقم ممیز همین میشه دیگه، چون دو رقم ممیز توانم منفی دوه. این یکی. 7304 رو می نویسیم، سه رقم ممیز سه تا منفی میره، دو تا دیگه لازم داره، بنابراین این میشه. مطمئن بشیم درسته. خب 7304 رو نوشتیم، بعد 10 به توان منهای 5. درسته؟ نه،
اینا اگر تبدیل کنیم چی میشه؟ اینی که نوشتیم میشه 7 304 ÷ 10^-3. کجاش اشتباه کردیم؟ این 7304 نیست، این 7 ممیز 304. پس حتما امتحان کنیم، بدون ممیزش رو می نویسیم، بعد میگیم چند رقم ممیز حرکت کرده، نه اینکه 7304 چهار رقمه. 7 ممیز 304 صدام بوده، یه رقم ممیز داشته، یه دونه از رقم ها باید یه دونه توان منفی میره، 4 تا 0 باید بذاریم. این میشه. حالا خواستیم امتحان کنیم، میبینیم بله درست. این یکی بدون ممیز می نویسیم. خب چند رقم ممیز باید بیاد جلو؟ 4 تا. با این 4 تاش بره 5 تا 0 لازمه. امتحانش میکنیم، میبینیم بله درست. این یکی 11 رو می نویسیم، یه رقم میاد جلو، بعد 3 تا 0 هم میذاریم. فکر کنم اینو اشتباه نوشتیم. بله درست میگی، الان برگشتم درست میگی. 602 رو میدیم، این توانش 2 بود، این میشد چون منفیه. این درسته. بقیه رو یه چک کنیم، این درسته. 2 تا اومده جلو، 6 تا 0، یه دونه اومده عقب، یه دونه اومده عقب 4 تا 0، بقیهش درسته. ولی این نکته خوبی داشت اینجا، و این دوتا خیلی مهمه، این دوتا نکته داشت، باید مساوی خود عدد در بیاد. حاصل عبارت های دیرا به دست آوری، به صورت نماد علمی بنویسید. 2 رو در 4 ضرب کنیم میشه 8. 10^-7 ÷ 10^-9 میشه 10^2. این نماد علمیه دیگه، حاصلش هم حاصل 800. به صورت نمادی 8^-10^2. این یکی میتونیم این روش رو به کار ببریم، بگیم 12.5 یعنی 125^-1 که با اون 10^-4 میشه 10^-5، مخرج 25^-19. حالا ساده کنیم، 25 با 125 ساده میشه، میشه 5. این 10^-19 با 10^-5 ساده میشه، 10^-14 میمونه مخرج. یا نه بگیم این 10^-19 بیاد صورت، باز میرسیم به همون 5^-10^14. در جاهای خالی حداقل 3 عدد صحیح مختلف قرار دهید تا نامساوی درست باشد. اینو اول به صورت نماد علمی بنویسیم، 2^-10^-2. این میگه 2/7 ÷ 10^ چی بذارم تا بزرگتر باشه؟ خب میتونیم 0 بذاریم که میشه 2/7 ÷ 10^0. 0 عدد صحیحه دیگه، این میشه 1، بزرگتر از 200 هست. یا بذاریم 2^7 ÷ 10^-1، باز میشه 27 که از 200 بزرگتره. بیا بذاریم اصلا توان مثبت چرا نذاریم، میتونیم بذاریم دیگه، 10^1 میشه 27. این یکی 300 بزرگتر است از 3000 ÷ 10^-1، 10^-2. هر چقدر توانش منفی تر بشه کوچکتر هم میشه، تازه نامساوی درسته. 10^0 هم میتونیم بذاریم، بله 300 بزرگتر از 3000 هست.
هر عدد صحیحی بذاریم بزرگتر مساوی، نه کوچکتر مساویه. اینو بگیریم مثلا n، n کوچکتر مساوی صفر باشه برقراره. عددهای زیر از کوچک به بزرگ مرتب کنیم. این یه روشی هم داشت، اینو اول بگیم بد نیست چون سطح تیزهوشان داره کار میکنیم، یه نامعادل است دیگه. دو طرف رو تقسیم بر سه صدم کنیم، این طرف تقسیم بر سه صدم میشه یک، سه هزارم تقسیم بر سه صدم چی میشه؟ سه هزارم تقسیم بر سه صدم میشه یک دهم دیگه. یک دهم یعنی ده به توان منهای یک. ده به توان منهای یک رو اینجوری می نویسیم، دفتر ده به توان n. بعد اینجا به جای یک میگیم ده به توان صفر بزرگتر است از ده به توان n منهای یک. صفر n منهای یک، n کوچکتر از یک. این نامساوی میبینیم به همون کوچکتر مساوی صفر میرسیم. n کوچکتر از یک از صفر شروع میشه عدد صحیح تا همینجور منهای یک، منهای دو. عددهای زیر رو از کوچک به بزرگ مرتب کنیم. باز شبیه همون مسئله است، اما یه حرده محاسبات بیشتری داره. یک و نیم دفتر ده به توان منهای دو. اول از همه این عدد خیلی بزرگه چون توانش مثبته، اما این اعدادی که میخواییم با هم مقایسه کنیم، این ده به توان منهای سه، این ده به توان منهای دو، این ده به توان منهای دو، بنابراین این از همه کوچکتره. میتونیم به صورت عددش هم در بیاریم ببینیم چند رقم ممیز میخوره. این کوچکترین عدده. اما این دوتا خب معلومه، 3.7 ضرب در 10 به توان منهای 2 بزرگتر دیگه. اینو به صورت عددش بنویسیم چی میشه؟ این میشه. این چی میشه؟ این میشه. پس کوچکترین عدد این. بعد 1.5 ضرب در 10 به توان منهای 2. بعد 3.7 ضرب در 10 به توان منهای 2. بعد بزرگترین عدد 1.2 ضرب در 10 به توان 6. خیلی هم پیچیده نبود، میتونستم خیلی پیچیده تر هم بدم. حاصل هر عبارت را به دست آورید، میشه 9. اینا رو بلدید، فقط یادآوری. همیشه مثبت میاد بیرون. یا بگید میشه رادیکال 16 که میشه باز 4. اما ریشه سوم میتونه منفی باشه. 27/125 27 رو می‌نویسیم 3 به توان 3، 125 و 5 به توان 3 میشه 3/5 به توان 3، که اگر اینا زیر رادیکال به فرجه 3 باشه توان و فرجه ساده بشه میشه 3/5. اینم میشه 6. اما این یکی یه نکته ای داره، میتونیم بگیم به این صورت در نظر بگیریم، بعد بگیم منهای 8 یعنی منهای 2 به توان 3، 1000 هم یعنی 10 به توان 3، مثل همین 27/125 در میاد منهای 2 دهم. یا نه بگیم منهای 1 به توان 3 میتونیم در نظر بگیریم که ضرب شده در 8000، بعد تفکیک رادیکال را انجام بدیم، دو تا رادیکال، حاصل این میشه منهای 1، حاصل این میشه 2 دهم، باز به همون منفی 2 دهم میرسیم، اینجا هم میشه منفی 7.
این خیلی نکته مهمیه. رادیکال x به توان 2 برابر با قدر مطلق x. حتما تو کتاب دیدی که اگر x بزرگتر از 0 باشه میشه x، و اگر x کوچکتر از 0 باشه میشه منفی x. میگید یعنی چی؟ یعنی حاصل رادیکال یه منفی میشه. این منفی نیست، بستگی داره x چی باشه. نگاه کنید، منفی 2 به توان 2 الان جای x چی نشسته؟ منفی 2 نشسته دیگه. حاصل این میشه منفی منفی 2 که همون منفی xه. xمون منفی 2 باشه حاصل میشه منفی x. مهم اینه که حاصل رادیکال با فرجه زوج رو همیشه قدر مطلق در نظر بگیرید. حالا اینجا میشه 6، میشه 8، میشه 3/5. این چی میشه؟ میگیم قدر مطلق یک منهای رادیکال 2 میاد بیرون، اما چون داخل قدر مطلق منفی یه منفی، ضرب میکنیم در عبارت داخل قدر مطلق که میشه رادیکال 2 منهای 1. رادیکال 2 منهای 1 عددی مثبته. 2 منهای 9 به توان 2، میدونم میدونید میشه منهای 7 به توان 2، اما اگه بخوایم مرحله ای انجام بدیم میشه قدر مطلق 2 منهای 9 که چون داخل قدر مطلق منفیه یه منفی، ضرب میشه میاد قدر مطلق به این صورت نوشته میشه که میشه 9 منهای 2 به همون 7 میرسیم. اینجا هم باز همین، یک منهای یک سوم که چون مثبته دیگه عبارت داخل قدر مطلق و خودش بیرون میاد میشه 2/3. میگه این رابطه به چه شرطی درست است؟ مثال بزنید. گفتیم اگر یه رادیکال داشته باشیم فرجش زوج باشه حتما باید این مثبت باشه، این مثبت باید باشه، یعنی x بزرگتر از 0 باید باشه. حالا میگید اینجا گفته x شده، پس اگر x شده حتما باید x مثبت بوده باشه، یعنی x بزرگتر مساوی 0 باشه. میگید یعنی اگر x کوچکتر از 0 باشه این غلطه. بله غلطه. ببینید مثلا منهای 2 رو در نظر بگیریم، جای x بذاریم منهای 2 چی میشه؟ میشه رادیکال منفیه منفیه، اینجوریه دیگه. جای x بذاریم منهای 2، همین شد دیگه. برابر با x؟ نه، برابر هست با منفی x وقتی که x کوچکتر از صفره. پس به شرطی که x بزرگتر مساوی با صفر باشد درست است. مثالش هم مثلا 2، به جای x میذاریم 2، حاصل میشه همون x که 2. میگه اگر x بزرگتر از صفر، اول بگید حاصل این چی میشه؟ قدر مطلق x. نگید x، گفتیم اگر x مثبت باشه میشه x، x کوچکتر از 0 باشه میشه منفی x. اما همین جوری بنویسیم تو مرحله اول، تو مرحله بعدی ساده میکنیم. شرط x بزرگتر از 0 رو به ما داده، خودش میاد بیرون. y کوچکتر از 0 این منها رو میذاریم. حالا این قدر مطلق میخواست ساده بشه، چون ایگره کوچکتر از صفره باید عبارت داخل قدر مطلق در یه منها ضرب بشه، بنابراین میشه ایکس به علاوه ایگره. خواستید مثال بزنید میتونید. 2 بزرگتر از صفر به جای ایکس، منهای 3 کوچکتر از به جای ایگره. ما میگیم ادعا کردیم حاصل میشه ایکس به علاوه ایگره، یعنی 2 به علاوه منهای 3، یعنی حاصل میشه منهای 1. ببینیم آیا میشه یا نه. به جای x میذاریم 2 منهای، جایگذاری رو دقت کنید چجوری انجام میدیم، حالا میشه 2 منهای 3. ببینیم که بله همون x به علاوه y به دست اومد.
حاضر را به دست آورید. میگید رادیکال 16 ریشه سوم نداره، عدد گنگ درسته، اما ممکنه یه عدد گنگ در یه عدد گنگ ضرب بشه حاصل عدد گویا بشه. چجوری؟ چون فرجه ها برابره، یه دونه رادیکال با فرجه یه سه عدد دیر رادیکال در هم ضرب میشه، 16 همون 4 به توان 2 که در 4 ضرب بشه میشه 4 به توان 3 که حاصل میشه 4. یه دو هم یه سه هم درش ضرب میشه حاصل میشه 24. این یکی میتونیم اینجوری بنویسیم که میشه رادیکال 4، چون میشه 40 دهم که حاصل میشه 2. یا این یکی همشون فرجهشون 3، چون همشون فرجهشون 3 زیر هم میتونیم ببریم میشه 18 ضرب در 60 تقسیم بر 5. حالا میتونیم ساده کنیم مثل کسرا 18 ضرب در 60 تقسیم بر 5 چجوری ساده کنیم؟ 5 به 5 یه مرتبه، این 12. 12 ضرب در 18 تجزیه کنیم میشه 3 به توان 2. به جای 18 میتونیم بنویسیم 9 دوتا دیگه، 12 رو هم میتونیم بنویسیم 4 ستا، یعنی 2 به توان 2 ضرب در 3. حالا دقت کنید این چیه؟ 3 به توان 3 ضرب در 2 به توان 3. پس اینجا آخر سر شد 2 به توان 3 ضرب در 3 به توان 3 که یعنی همون 6 به توان 3 که میشه زیر رادیکال به فرجه 3 6. اما اینا رو چجوری انجام بدیم؟ ساده کردن عبارت های رادیکالی. رادیکال 98 و شما خیلی باید تمرین انجام بدید ذهنی دیگه، بدونید 49 ضرب در 2 میشه 98. آیا همه اعداد رو باید حفظ باشید؟ نه، اما دیگه اعداد دو رقمی رو باید بلد باشید، میشه 7 رادیکال 2. این میشه 7 رادیکال 2. اینم 5 هم 25 ضرب در 2 منهای 5 رادیکال 2، 128 64 ضرب در 2 به علاوه 8 رادیکال 2. ساده که کنیم 8 و 7 15 منهای 5 میشه 10 رادیکال 2. یا این یکی 27 میشه 3 رادیکال 3، 9 ستا، 12 منهای 2 رادیکال 3، 4 ستا دیگه، 75 میشه 15 ضرب در 5، 25 ضرب در 3. باید یه چیزی بگید که بتونیم ساده کنیم. اگر 75 بگید 15 ضرب در 5 چه فایده ای داره؟ چی میتونه بیاد بیرون؟ اما اگه بگید 25 ضرب در 3 میتونید بگید رادیکال 25 ضرب در رادیکال 3 که میشه 5 رادیکال 3. تا اونجا که میتونید باید عبارت دیر رادیکال کوچیک کنید، منهای 5 رادیکال 3، اینم 16 تا 3 تا به علاوه 4 رادیکال 3. حالا ساده که کنیم 3 منهای 2 منهای 5 به علاوه 4، 3 و 4 7 میشه 0. این یکی دقت کنید فرجه 3 چون مهم هست من اینا رو پاک کنم که یه توضیحی بدم اگر فرج 3 بود باید چی کار کنیم. شبیه همونه، خیلی پیچیده نیست. این که ساده تر نمیشه. پس 5 رادیکال 2 به فرج 3 رو می نویسیم. اما برای 5 و 4 تجزیه را که انجام بدیم به ما راهنمایی میکنه. اولین عدد اولی که بهش میخوره 2، بعد 3، بعد 9، بعد 3، بعد 3، بعد 3، بعد 1، یعنی میشه 3 به توان 3 ضرب در 2.
یعنی 54 رو میتونیم بنویسیم 3 به توان 3 ضرب در 2، که اینجا چون فرج 3 ما با این کار داریم، یعنی رادیکال 54 به فرج 3 مثل همون توان 2 بود، 75 رو نوشتیم 25 ضرب در 3 به دردمون خورد، اینجا باید توان 3 زیر رادیکال ایجاد کنیم تا بتونیم ساده کنیم، به این صورت بتونیم بیاریم بیرون، یعنی میشه 3 رادیکال 2 به فرجه 3. 128 هم همینطور، 128 اگه تجزیه کنیم میشه 64 ضرب در 2، 64 اینم زیر رادیکال به فرجه 3، 64 یعنی 8 ضرب در 8 ضرب در 2، خب 8 یعنی 2 به توان 3 ضرب در 2 به توان 3 ضرب در 2، این بیاد بیرون، این 2 2 4 رادیکال 2 به فرجه 3، جایگذاری میکنیم، این که خودش شد، به جای این هم نوشیم 3 رادیکال 2 به فرجه 3 ضرب در 3 میشه 9 رادیکال 2 به فرجه 3 منهای 4 ضرب در 4 16 رادیکال 2 به فرجه 3، ساده کنیم چی میشه؟ 14 منهای منفی 2 رادیکال 2 به فرجه 3. اما قسمت 4، این فرجه 2، مخرج مشترک چند بگیریم؟ 81، 4 ضرب در 81 به علاوه 1 به علاوه 4 9 تا 36 تا، صورت رو ساده کنیم، 104 4 8 تا 32 تا 324 به علاوه 37 که میشه 400 و 361. اگر درست انجام داده باشیم 4 8 تا 32 تا 36، خب 361 رو ببینیم میتونیم تجزیه کنیم، به 2 نمیخوره، به 3 نمیخوره، به 4، به 4 که نه دیگه، 5 7 7 7 5 تا 35 تا 7 هم نمیخوره، به 11 33 31 نمیشه، به 17 2 7 تا 14 تا 34 نه 361، به 19 نمیشه، به 21 151، شاید عدد اولی باشه، همینطوری میتونیم بنویسیم. 9 بریم سراغ اما اگه خواستیم مطمئن بشیم بهتره دیگه، 361 رو ببینیم اوله یا نه، به 2 و 3 و تا کجا رفتیم؟ 7 و تا کجا باید امتحان کنیم؟ یادتون هست مربعش کوچکتر باشه، 9 9 تا 81 9 با این 17 تا 9 1 16 13 چه جالب، پس 19 9 هیچ وقت آدم نباید ناامید بشه، اومدیم امتحان کنیم تا کجا باید امتحان کنیم، دیدیم خود همون عدد اول به توان 2 همون 361، خب این چجوریه؟ خب
خاصیت پخشیه. رادیکال دو درس رادیکال دو ضرب بشه چی میشه؟ میشه 6. رادیکال دو در منهای رادیکال دو ضرب بشه میشه منهای رادیکال 6. رادیکال 3 در 3 رادیکال 2 ضرب بشه میشه 3 رادیکال 6. رادیکال 3 در منهای رادیکال 3 میشه منهای 3. حالا ساده کنیم، 6 رو منهای 3 کنیم میشه 3. 3 رادیکال 6 منهای رادیکال 6 هم میشه 2 رادیکال 6. میگه شکل مقابل یک مثلث متساوی الاضلاع است. اگر به ما این قسمت رو نمیداد ما خودمون باید میدونستیم ارتفاع همون میانه هم هست، یعنی ضلع رو به دو قسمت مساوی تقسیم میکنه، ضلع هم آ باشه این میشه آ دوم، اینم میشه آ دوم. چی رو خواسته؟ مساحت رو خواسته. مساحت چیه؟ ارتفاع ضرب در قاعده تقسیم بر دو. قاعدش مگه آ نیست؟ ارتفاع اما بر حسب آ خواسته، یعنی اچ رو باید حذف کنیم. چجوری حذف کنیم؟ اینجا میایم برای این مثلث قائم الزاویه رابطه فیثاغورس رو می‌نویسیم، وتر به توان دو مساوی با اچ به توان دو به علاوه آ دوم به توان دو. حالا ساده کنیم، آ دوم مساوی با اچ دو به علاوه آ دو چهارم. چی رو می‌خوایم؟ اچ رو. پس H2 یه طرف تنها باید باشه، A2 چهارم میره سمت چپ. الان میگید آقای رضایی سمت راست داره مینویسیم، منظورم یه طرف H2، A2 چهارم اون یکی طرف بره. خب مخرج مشترک بگیریم میشه 3 چهارم A2. از دو طرف باید چیکار کنیم؟ جذر بگیریم. H میشه رادیکال 3، رادیکال 4 هم که میشه 2 آ. این شد H. حالا قرار میدیم رادیکال 3 دوم آ به جای H ضرب در آ تقسیم بر 2 چی میشه؟ رادیکال 3 چهارم آ 2. این به ما چی میگه؟ میگه مساحت مثلث متساوی الاضلاعی به ضلع آ از فرمول رادیکال 3 چهارم آ 2 به دست میاد. یعنی اگر به ما بگن مساحت یک مثلث متساوی الاضلاع به ضلع دو رو به دست بیارید، ما از این فرمول میتونیم به دست بیاریم میشه رادیکال 3. چرا؟ چون آ دو میشه 4 و این 4 ساده میشه. میگه آیا تساوی رادیکال x دو مساوی با رادیکال x به توان دو همیشه درست است؟ توضیح دهید. میدونیم این عبارت همیشه مثبته، حاصلش رادیکال x میشه قدر مطلق x، همیشه مثبته. این یکی عبارت چیه؟ اینم میگید همیشه مثبته میشه x. اما نکته ای که داره اینه، اگر x منفی باشه این طرف ما اصلا نمیتونیم رادیکال بگیریم. یعنی چی؟ ما درسته میتونیم بگیم منفی دو به توان دو برابر با دوه، اما نمیتونیم بگیم منفی دو به توان دو برابر با دوه، چون اصلا این تعریف نشده. پس همیشه درست نیست. اگر x بزرگتر مساوی با صفر باشد درست است، تساوی همیشه درست و همیشه نادرست. این هم غلطه، این هم غلطه. به ازای x هایی بزرگتر از صفر درسته. وقتی میگه همیشه درست است، به ازای x هایی کوچکتر از صفر نادرسته. وقتی میگه همیشه نادرست است، به ازای x هایی بزرگتر مساوی صفر درست است. اما وقتی جیم رو نگاه کنیم که گفته x بزرگتر مساوی صفر درست است، این درسته. اما بریم سراغ تست ها.
فاصله زمین تا خورشید را 150 میلیون کیلومتر و با نشان آ و قطر ماه را 3500 کیلومتر با نشان B نشان می دهیم. حاصل آ به علاوه B را با نماد علمی به شکل آ دفتر 10 به توان B می نویسیم. آ به علاوه B تقریبا کدام است؟ پس دو تا عدد داریم که به صورت نماد علمی می نویسیم. 150 میلیون کیلومتر، 150 6 تا 0 میشه 150 میلیون کیلومتر. به صورت نماد علمی میشه 1.5 ضرب در 10 به توان 7 تا 0 داره یه ممیز که بخوره میشه 8. خواستیم امتحان کنیم چجوریه؟ یکی از توانای 10 برای ممیز میره، میمونه 7 تا، 7 تا با 7 تا 0 متناظره. 3500 رو به صورت نماد علمی بخوایم بنویسیم چی میشه؟ 3.5 ضرب در 10 به توان 3. حالا چی میخواد؟ میگه این دوتا عدد رو با هم جمع کنیم بعد به صورت نماد علمی بنویسیم. پس 150 میلیون به علاوه 3500 میشه 150 میلیون و 3500. ببینیم درست نوشتیم؟ بله. اینو اگه بخوایم به صورت نماد علمی بنویسیم چی میشه؟ همون 1.5 نه تا اینجاش میاد ضرب در 10 به توان 8. امتحانش هم خواستیم بکنیم 6 تا بابت این 6 رقم ممیز 2 تا صفرم اینجا درست. حالا این همون آ به علاوه بیه. آ به علاوه بی رو به نماد علمی وقتی که نوشتیم شده این عدد این آمونه بیمونم 8. آ به علاوه بی تقریبا چقدره؟ 1.5 به علاوه 8. خب نزدیکترین عدد این خورده ایشو دیگه حساب نکنیم میشه همون 9.5. پس اول جمع کردیم 150 میلیون و 3500 و بعد به صورت نماد علمی نوشتیم، بعد گفتیم آ چیه بی چیه، آ به علاوه بی تقریبا 9.5 شد. اما این سوال وقتی میگیم سطح سخت کوشان یعنی اونایی که حوصله دارن حل کنن. رادیکال 432 رو ممکنه حفظ نباشیم، چی کار میکنیم؟ از روش تجدیه میدونیم به 2 میخوره، بعد میشه این 2 3 به 2 1 216 262 درسته، بعد 2 1 108 2 54 دیگه میدونیم 54 9 6 تاه. میتونیم اینجا برای اینکه دیگه ادامه ندیم همینجوری بنویسیم. اما 432 رو اگه بخوایم تجزیه شده شو به صورت توانی بنویسیم 2 به توان 4 میشه، یه دونه از تواناش به خاطر این 2 ضرب در 3، اینم 3 ضرب در 3، ضرب در 3 به توان 3 که اگر زیر رادیکال باشه چجوری میاد بیرون؟
این که 2 به توان 4 2 به توان 2ش میاد بیرون، اینم 3 به توان 3 اگر 3 به توان 2 ضرب در 3 در نظر بگیریم 3ش میاد بیرون، این میشه رادیکال 432، یعنی 12 رادیکال 3. یادمون باشه پس این 12 رادیکال 3، 75 هم که دیدیم 25 ضرب در 3، پس 5 رادیکال 3. 405 رو تاییدیه کنیم، به 5 میخوره میشه 81، اینم که میشه 9 ضرب در 9، پس میشه 9 رادیکال 5، اینم که 9 5 منهای 3 رادیکال 5. صورت رو اگر ساده کنیم، نه بریم مخرج رو اول به دست بیاریم، بعد 448 رو تاییدیه میکنیم، به 4 بخش پذیره. برای اینکه سرعت بدیم باز به 256 8 ضرب در 7، اینو میبینید 4 ضرب در 2، اینم 8، پس میشه 8 رادیکال 7. بعد خواستیم امتحان کنیم 64 7 428 7 642 تا درست 128 که میدونیم 64 ضرب در 2، پس میشه 8 رادیکال 2. 18 9 ضرب در 2 میشه منهای 3 رادیکال 2. 252 رو تجزیه میکنیم، به 2 1 2 6 باز به 2 میخوره 63 9 ضرب در 7. خب اینجا یه 2 رو برای چیز تجزیه، یعنی رادیکال، یه دونه 3 میشه 6 رادیکال 7، منهای 6 رادیکال 7. حالا بریم صورت رو ساده کنیم، 12 منهای 5 میشه 7 رادیکال 3، منهای 5 منهای 3 میشه منهای 8، نه نه 9 رادیکال 5، منهای 3 رادیکال 5 میشه 6 رادیکال 5 مخرج. 8 رادیکال 7 منهای 6 رادیکال 7 میشه 2 رادیکال 7. 8 رادیکال 2 منهای 3 رادیکال 2 میشه 5 رادیکال 2، گزینه درست 4. تنها چیزی که این سوال داشت یه مقدار حوصله و دقت میخواد، اما این سوال دیگه سوال ابتکاری و سختی هست، نیاز به تحلیل داره. ببینید، برای اینکه یک عددی بر 10 بخش پذیر باشه باید رقم یکانش 10 باشه. حالا اگر 2 تا عدد در هم ضرب شده باشن، رقم یکان 10 رو ایجاد کنن، بر 10 بخش پذیرن. مثلا شما در نظر بگیرید 32 ضرب در 25 بر 10 بخش پذیره. چرا؟ میدونید 2 5 تا 10 تا رو ایجاد میکنه. اگر هم اینو بنویسیم 2 به توان 5 ضرب در 5 به توان 2، از اینجا میتونید تشخیص بدیم رقم یکانش 0، دهگانش هم 0. چجوری؟ نگاه کنید، 2 به توان 5 رو بنویسیم 2 به توان 3 ضرب در 2 به توان 2، این 5 به توان 2، این چیه؟ 10 به توان 2، پس میشه 800. امتحان هم خواستیم میتونیم کنیم، 5 2 تا 10 تا 5 3 تا 15 تا به همون 800 میرسیم. اینجا هم از همین استفاده میکنیم، از همین ایده. دو تا عدد در هم ضرب شده، نگاه کنید 1395 2016، 6 ضرب در 5 30 رو ایجاد کرده.
پس اگر بتونیم مثل اینجا ببینیم چند تا توان داره، از اونجایی که این عدد داخل پرانتز و رقم یکانش رو تشخیص دادیم 10، یعنی یه عدد ضرب در 10 شده دیگه به توان n، یعنی بر 10 به توان n بخش پذیره. اما اینجا ببینید 1395 توانش اگر بود 1395، یعنی اینجوری بود 1395 به توان 1395 ضرب در 2016 به توان 1395، می گفتیم این پایین ضرب که انجام میشه بنا به قاعده ضرب اعداد تواندار، اینجوری میتونیم بنویسیم دیگه. بعد میگیم این حاصل داخل پرانتز 6 5 تا 30 تا 10 رو داره، ضرب در یه عددی به توان 1395. بعد میتونستیم بگیم این عدد تقسیم بر 10 به توان 1395 میشه بخش پذیره. چرا؟ چون جدا کنیم هست. اما اینجا توانش 2016، چی کار کنیم؟ یه مقدار تفاوت داره. اما تا اینجا شو اگر قبول داشته باشید خیلی راحت تر میتونیم پیش بریم. تازه الان گفتیم باید چی کار کنیم. اول این کاری که میکنیم 1395 رو تجزیه میکنیم، میشه 2 19 به 2 9 2 تا 18 تا 15 به 2 نمیخوره، درسته، به 5 39 7 5 تا 35 تا 45 9. بعد این 9 و 2 11 و 7 به 3 میخوره، 93 باز به 3 میخوره، 31 دیگه 31 عدد اوله، به همین صورت 5 ضرب در 3 به توان 2 ضرب در 31. بریم 2016 رو هم تجزیه کنیم. میگید برای چی باید تجزیه کنیم؟ به خاطر اینکه مطمئن بشیم که رقم یکان و دهگان هر دوتا صفر نمیشه، فقط دهگان صفر میشه یا صدگان هم ببینیم صفر میشه، مطمئن بشیم دیگه، وضعیت رو قشنگ مشخص کنیم. 2 1 بعد 0 میشه 1008 به 2 میخوره، 504 به 2 میخوره، 5 252 باز به 2 میخوره، 126 به 2 میخوره، 63 این هم میشه 9 ضرب در 7. ما با 2 اش کار داریم، پس این 1395 بود. 2016 هم که تجزیه کردیم شد 2 به توان 5 ضرب در 9 ضرب در 7. حالا این دوتا عدد دارن در هم ضرب میشن. اگر در نظر بگیریم 1395 به توان 2016 رسیده، ضرب در 2016 به توان این پرانتز لازمه، نه، فقط برای اینکه چون عدد بزرگه بدونیم توان برای اینه. به جای 1395 گفتیم می‌ذاریم 5
دفتر 3 به توان 2 دفتر 31 به توان 2016 دفتر 2016 نه به جای 2016 هم باید همون توانش رو بذاریم به صورت تجزیه شدهش 2 به توان 5 دفتر 9 دفتر 7 2 از این 5 از این 10 رو ایجاد میکنه برای همین تجزیه کردیم. حد اکثر عدد 5 چنده تو این عدد 5000 رو 5 به توان 2016 این 5 دفتر 1395 ایجاد میکنه اما 2 به توان 2016ش برای ما خوب هست که دفتر این بشه 10 به توان 2016 بقیهش رو خودش رو میتونیم بنویسیم 5 5 تا 25 تا 5 9 تا 45 تا 47 تا 5 3 تا 15 تا با 4 تا 19 تا 5 1 5 تا با اون 6 تا 2016 رو که ازش کم کنیم این میشه 9 این 6 میشه بعد میشه 5 9 این میمونه 2000 2 به توان 4959 میمونه ضرب در 9 به توان 1395 ضرب در 7 به توان 1395 این به ما چی میگه؟ 10 به توان 2016 توی حاصل ضرب این دوتا عدد هست یعنی حد اکثر مقدار n یعنی وقتی ما بتونیم این حاصل ضرب رو به صورت یه عددی دفتر 10 به توان n بنویسیم اون از اینجا میبینیم که توانش 2016 خیلی سوال سطح بالایی بود این سوالا رو میتونید توی امتحانا بذارید آخر سر وقتتون اول بذارید برای سوالایی که میتونید مثل این سوال حتما باید شما بتونید جواب بدید میگه بین عددهای زیر کوچکترین عدد آ بزرگترین عدد B در نظر میگیریم که میمیم آ و B به روی B میمیم آ و B کدام است اول اعداد رو بتونیم مقایسه کنیم پایه ها رو ببینیم میتونیم دست بزنیم 8 رو بنویسیم 2 به توان 3 16 رو بنویسیم 2 به توان 4 4 رو بنویسیم 2 به توان 2 2 هم که خودش این 4 تا عدد 3 1 3 تا 3 7 21 میشه 513 این یکی میشه 2 به توان 4 8 تا 32 تا 4 2 تا 8 تا با 3 تا 11 تا 512 این میشه 2 به توان 2 8 تا 16 2 5 تا 10 تا 1 516 اینم که 2 به توان 514 کدوم عدد بزرگترین عدد این همون بیمونه و کوچکترین عدد اینه ب میمیم و ک میمیم وقتی که دوتا عدد داشته باشیم بر هم بخش پذیر باشن یعنی یکی بر دیگری بزرگه و کوچیکه به این صورت ب میمیم میشه کوچیکه ک میمیم میشه بزرگه این یه قاعده بود دیگه توی کتاب درسی از اون اومده استفاده کرده اعدادو به صورت توانی داده این 2 به توان 516 تقسیم میتونه بشه بر 2 به توان 512 بله حاصلش هم میشه 16 پس که میمیم میشه عدد بزرگتر 2 به توان 516 به میمیم میشه به میمیم این دوتا عدد که این آ هست این بی هست میشه 2 به توان 512 که این حاصلش میشه 2 به توان 4
گزینه یک. بریم سوال بعدی. M و N بزرگترین اعداد طبیعی ممکن هستن، به نحوی که وقتی میخواییم 9 به توان N رو بدونیم N بزرگترین مقداری که میتونه پیدا کنه چنده، اول این طرف رو دست بزنیم یا این طرف رو؟ این طرف رو. 9 به توان 2 به جای 81 به توان 13، این طرف همون 9 به توان N. 9 به توان N کوچکتر از 9 به توان 26. N بزرگترین مقداری که میتونه پیدا کنه چنده؟ 25، 26، 27، نه دیگه همون 25. N میشه 25، چون 26 باشه که دیگه مساوی میشه. N 25 بزرگترین مقدار. بریم برای M. 125 به توان M، 25 به توان 7. هر دو طرف رو باید دست بزنیم تا بتونیم پایه رو یکسان کنیم، چون 25 که به توان برسه 125 نمیرسه. اما به جای 125 میگیم 5 به توان 3، به جای 25 میگیم 5 به توان 2. حالا میتونیم مقایسه کنیم چجوری؟ 5 به توان 3 M، 5 به توان 14. حتما شما باید بعد از اینکه یک بار این فیلم رو دیدید سعی کنید این روش ها رو یادتون بیاد، بعد خودتون محاسبات انجام بدید. 3M کوچکتر از 14، M کوچکتر از 14 سوم. میگید اینکه عدد طبیعی نشد، 14 سوم چنده؟ 4 خورده ای، درسته؟ M طبیعی کوچکتر از 4 خورده ای چیه؟ 4. پس M 4، N 25، M به علاوه N 29. این سوال هم سوال خیلی خوبی هست. شبیه این حتما مورد نظر طراحای سوال، چه در امتحان پایان ترم، چه در آزمون‌های مختلف هست، چون درصد کتابه. مثلا میگن 32 در چه عددی ضرب بشه مجذور کامل. یه روش اینه که بگیم 32 ضرب در 2 میشه 64 امتحانی. اما روش کلاسیک و روش ریاضیش چیه؟ 32 رو که تجزیه کنیم ببینیم چه اتفاقی براش میفته. میشه 2 به توان 5. 32 2 به توان 5. میدونیم یه عددی که بره زیر رادیکال فرجه 2، توان 2 باید داشته باشه یا توان زوج باید داشته باشه. این در 2 ضرب بشه میشه 2 به توان 6، همون 64 که گفتیم که ریشش میشه 8. اما این کوچکترین عدده. ما میتونیم 2 به توان 5 رو در 2 به توان 3 هم ضرب کنیم که باز توان 8 ایجاد میشه. 2 به توان 5 رو ضرب در 2 به توان 5 هم ضرب کنیم، توانای فرد تا توان زوج ایجاد بشه. اما همه مسائل انقدر ساده نیست. بزرگتر وقتی عدد باشه روش همونه ها، اما باید تجزیه رو داشته باشیم. بنابراین با دقت تجزیه رو انجام میدیم. 5 1 میشه 26 تقسیم بر 5، 5 یه دونه باقی مانده. شما وقتی دیگه تقسیم کنید دیگه میتونید بدون این تقسیم کشیدن ها ذهنی تفریق رو تو ذهنتون انجام بدید. 5 تا مونده، درسته؟ بعد 3 و 5 8 رو 1، 9 به 3 میخوره، 15 5 51 باز به 3 میخوره، 17 17 1. پس 765 وقتی تجزیه شد
5 ضرب در 3 به توان 2 ضرب در 17. این عدد بره زیر رادیکال، مجذور کامل که نیست که بیاد بیرون. چرا مجذور کامل نیست؟ داره میبینیم دیگه، 5 3 به توان 2 17، یعنی 5ش زیر رادیکال مونده، 3ش اومده بیرون، رادیکال 17ش مونده. پس یه 5 ضرب در 17 که ضرب بشه، این میشه 5 به توان 2، اینم میشه 17 به توان 2، میشه 5 ضرب در 3 ضرب در 17. اما این به ما گفته کوچکترین عدد طبیعی که در 765 ضرب بشود، یعنی همون 85، چون 3 که اومده بیرون دیگه. کوچکترین عدد طبیعی که در 975 ضرب بشه، 975 هم شبیه همون، تاییدیه کنیم. ممکنه بگید به 3 میخوره، 3 رو اول بنویسیم یا 5 رو، فرقی نمیکنه. این میشه 3، بعد 7 میاد 2، 15 میاد 5، به 5 میخوره 6، 65، اینجا میشه 13 ضرب در 5، دیگه نمی نویسیم. خب وقتی که نگاه کنیم، این 5 به توان 2 رو داره، یه 3 ضرب بشه، یه 13 ضرب بشه، 975 هم ضرب در 3 ضرب در 13 مربع کامل میشه. اینو گرفته بی 39 هم 3 ضرب در 13 رو، 85 هم گرفته آ. بعد گفته حاصل آی به علاوه بی رو، یه سوال کاملا ترکیبی ولی مرحله داره، خیلی پیچیده نیست، یعنی اصلا پیچیدگی نداره. این دوتا عدد رو با هم جمع میکنیم، میشه 14، 3 و 8 11 با یه دونه، 3 و 8 11 میشه 124. 124 رو به صورت نماد علمی بنویسیم، میشه 1.24 صدم ضرب در 10 به توان 2. حالا بیمون این هست، آمون این هست، آی به علاوه بی میشه چند؟ 2 به علاوه 1.24 صدم میشه 3.24 صدم. این سوال هم اصلا سوال سختی نیست، باید بتونید. چجوری انجام بدیم اینو؟ میدونیم رادیکال 5 یعنی 5 به توان 1/2، رادیکال 5 به فرجه 3 یعنی 5 به توان 1/3، رادیکال 3 به توان 2 به توان 3 یعنی چی؟ 3 به توان 2، صورت از اینجا، مخرج از اینجا. خب اینو جایگذاری کنیم، 9 ضرب در 5 به توان 1/2، این 5 به توان 3/2 ضرب در 3 به توان 2/3. حالا ساده میکنیم. چجوری ساده میکنیم؟ این 5 به توان 1/2، 5 به توان 3/2، این 9 هم بنویسیم 3 به توان 2، پس میشه 3 به توان 2 برویه. اینو بیارم این زیر که راحت تر سادش کنم. این هم میشه 5 به توان 1/2 به روی 5 به توان 3/2. حالا ساده میکنم. پایه ها نوشته میشه 2 منهای 2/3 ضرب در 5 1/2 منهای 3/2. چی میشه این؟ 3 دو تا 6 تا منهای 3 به توان 4/3 ضرب در 5 به توان 1/2 منهای 3/2 میشه 5 به توان منهای 1. توی گزینه‌ها 5 به توان منهای 1 نداره، چون رفته مخرج مثبت شده. 3 به توان 4/3 به روی 5، بازم تو گزینه‌ها نیست. خب سادهش کنیم چی میشه؟ 3 به توان 4 به فرجه 3 به روی 5، بازم تو گزینه ها نیست، درسته. 3 به توان 4 رو بنویسیم، 3 به توان 3 ضرب در 3
حالا چی میشه؟ همین نمیشه؟ سه به توان سه ساده بشه میاد بیرون، اما این میمونه رادیکال سه به فرجه سه. وقتی جدا کنیم این میشه دیگه. که این میشه سه، این میمونه. باز اینم سوال سختی نیست. 784 رو تاییدیه میکنیم، به دو میخوره، اولین عدد اولی که بخش پذیره. 18 9 4 2 باز به دو میخوره، 1 19 9 12 6 باز به دو میخوره، 9 16 8 به دو میخوره، 4 49 اینم 7 ضرب در 7. خب این عدد زیر رادیکاله. 4 به توان 2، به جای اینکه 2 ضرب در 2 ضرب در 2 ضرب در 2 بنویسم، چی از این میاد بیرون؟ 4 ضرب در 7، یعنی 28. یعنی رادیکال 784 میشه 28. خب 2 تا 28 میشه 56 منهای 30، 26 منهای قدر مطلق 29 منهای 28، این چی میشه؟ 1. 26 منهای 1، 25. تعداد دیر مجموعه های یک مجموعه سکای به علاوه دو عضوی. یادتونه تعداد دیر مجموعه ها چجوری به دست میاد؟ مثلا یه دیر مجموعه یک مجموعه داریم به این صورت. دیر مجموعه هاش چی بود؟ توهی، خودش، یک، دو. حالا اگه سه عضوی بود، 2 به توان 3. این چند تا داشت؟ 2 به توان 2 4 تا. سه عضوی باشه، 2 به توان 3 8 تا. یعنی 2 به توان n تعداد دیر مجموعه های یک مجموعه n عضویه. حالا اگر سکای به علاوه 2 عضو داره، بنابراین 2 به توان سکای به علاوه 2 دیر مجموعه داره که گفته 128 برابر تعداد دیر مجموعه های یک مجموعه 2 کای منهای 2 عضویه. این یک معادله است، اما توانی. ما برای اینکه معادلات توانی رو حل کنیم، باید پایه ها در دو طرف رو برابر کنیم. 128 رو میدونیم 64 ضرب در 2، 64 هم 2 به توان 6، این میشه 2 به توان 7 ضرب در 2 به توان 2 کای منهای 2 مساوی با 2 به توان 3 کای به علاوه 2. چجوری ساده کنیم؟ این طرف رو میتونیم از قاعده مجموع توانها یه پایه رو بنویسیم، میشه 2 کای به علاوه 5. خب 2 کای به علاوه 5 مساوی شده با 3 کای به علاوه 2. پایه ها برابر، باید توان ها رو با هم برابر قرار بدیم در دو طرف. خب الان اینجا کا در میاد چند؟ 3. کا که در اومد 3، تعداد دیر مجموعه یه مجموعه 3 عضوی 2 به توان 3، یعنی 8. و سوال آخر، این سوالم خیلی سوال خوبیه، از کتاب استفاده کرده. ما تمرین مشابهش رو دیدیم، گفتیم وقتی فرجه ها برابره، درسته، به این صورت می نویسیم. اگر نخواهیم از این استفاده کنیم، خیلی راه حل طولانی میشه. چرا طولانی میشه؟ باید تک تک اعداد تجزیه کنیم، بعد بیایم عبارت های توان 3 رو برای هر کدوم ساده کنیم. اما بهتره که ما ضرب رو انجام بدیم، یعنی ساده کردن ضرب رو انجام بدیم، بعد عدد رو تجزیه کنیم. خب یه عدد خیلی کوچکتری دیگه، 845 بار کوچکتره، چون تقسیم برای 845 شده.
حالا این عدد رو میخوایم ساده کنیم، 845 به 5 چند میشه؟ 1 34 6 45 9، 5 9 تا 45 تا 5 6 تا 30 تا 4 تا. حالا اینو به 5 ساده کنیم میشه، اینو میتونیم به 5 ساده کنیم، فرقی نمیکنه، اینو به 5 ساده کنیم، 2 12 به 5 2 25 میشه 225. 169 13 به توان 2، کدوم یکی از این اعداد به 13 میخوره؟ مثلا بیایم ببینیم آیا کسی که طراحی کرده این سوالو قصدش اینه که ما از این روش استفاده کنیم، پس یه عددی باید باشه که بر 13 بخش پذیر باشه، 27. بله این عدد هست، 121. این میشه 121، این میشه 13. بیایم ببینیم آیا این یکی عدد هم هست به 13 بخوره. یک، 13 تا 13 تا 80 تا 14 تا 75 78 6 65. بله این عددم میبینیم که به 13 میخوره، میشه 165. خب حالا تازه رسیدیم به یه عددی به این صورت. این پایین می نویسم یه رادیکال به فرجه 3 داریم، زیرش داریم 225، ضرب در 165، ضرب در 121. آیا باید این حاصل ضرب رو پیدا کنیم بعد تجزیه کنیم؟ نه بابا، یه مرحله رو خودش انجام داده دیگه، تجزیه شده شو. اما حالا ما خودمون ادامهش انجام میدیم، 11 ضرب در 11 به جای 121، اینو 165 رو در نظر بگیریم، 41 ضرب در، نه 165 رو ذهنی اگر نتونستیم اشکال نداره، به 5 اگر 5 3 تا 15 تا 33، 11 ضرب در 3 ضرب در 5، 225 هم همینطور. میتونیم بنویسیم 225 تقسیم بر 5 4 45. خب میشه 3 به توان 2، 9 ضرب در 5 به توان 2. خب ببینید این 3 به توان 2 با این 3 میشه 3 به توان 3، این 5 به توان 2 با این 5 میشه 5 به توان 3. 3 تا 11 هم در هم ضرب شده 11 به توان 3، درسته، میشه 3 ضرب در 5 ضرب در 11، 3 ضرب در 5 ضرب در 11 عدد این میشه 3 ضرب در 5 ضرب در 11، عددش 15 ضرب در 11. اگه خواستیم میتونیم به دست بیاریم 10 تا 150 تا با یه دونه 15 تا 165 تا، 165 این تجزیه شده شه، چند تا شماره ده اول داره؟ 3 تا، 3 و 5 و 11. متشکرم، خدا نگهدار.